سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل تیک تیوی افغانستان. من فرحت اکبری هستم. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنم میخوام یادآور شم دوستایی که چینل تیک تیوی افغانستان سابسکرایب نکردین، اگر میخواین از آخرین فناوری دنیای تکنولوژی آگاه شوین پس چینل تیک تیوی افغانستان را سابسکرایب کنین. خب دوستا، قسمی که با نام فاینست همگی ما آشنایی داریم، فاینست یگانه سوپر استور است که 9 سال قبل در افغانستان تأسیس شده و دارای برانچ های مختلف در نقاط مختلف شهر کابل است که ما هم امروز در یکی از برانچ های فاینست در شهر نو آمدیم، در بخش لوازم الکترونیکی و موبایل که میخوایم با یکی از فروشنده‌هاش مصاحبه داشته باشیم در مورد تکنولوژی موبایل و اینکه اینا موبایل از کدام برندها و از کدام کشورها وارد افغانستان میگیرن. پس ما رو دنبال کنیم. در افغانستان یا در کابل بیشتر استفاده کننده خود دو برند مشهور داره که یکی آیفون می باشه و دیگرش سامسونگ می باشه. و آیفون یگانه برندی است که نسبتاً به همه برندهای ما بیشتر استفاده کننده خود داره، به خاطر که یک تکنولوژی سریع و بسیار خوب می باشد. و آیفون بیش از مدل های بسیار زیاده داره که مثل اولین مدلشان 3GS بود که آل فعلا از 6 و 7 و 8 الا با X رسیدن، که X هم چندین یک ماه قبل مدل های جدیدش مثل XS, XR و XS Max ریلیز شدن که فعلا در افغانستان همه مدل هایش موجود نباشد و یکی از مدل هایش که انقریب که مردم بیشتر استفاده کرده و ازش راضی میباشه آیفون X میباشه، که آیفون X عموما با سه چی میاین که مثل نظر با جیبیش بیشتر میباشه که 64 جیبی و 256 جیبی میباشه. و عموما این دو سه برند دیگهش که سه مدل دیگهش که ریلیز شده اینا با جیبی های 64, 256 و 512 جیبی در خدمت مشتری است. بعد از آیفون یگانه برندی که بسیار زیاد چالش داره او از سامسونگ. سامسونگ مدل های مختلف خود داره، مثل آیفون واره نه، بلکه در مدل های مختلف مثل رنج های مختلف تولید میکنه، مثل که از 100 دلار الا تا 1000 دلار هم مدل های خود مختلف خود داره، نه مثل آیفون واره که فقط مدل های مشخصه و در هر سال ریلیز شوه. سامسونگ مدل هایی که بیشتر چالش داره و کیفیت بیشتر داره از جمله مدل های S میباشه که ای هر سال یک نوع مدلش به حساب در بازار عرضه میشه، مثل که فعلا از اینا هم از S2 شروع نموده بودن و فعلا در S9 موقعیت دارن. این مدل های S که میباشن عموما رم بیشتر مثل 4 جیبی رم و 128 جیبی حافظه الا 64 جیبی حافظه میداشته باشه، و مدل های مثل پایینش که از جمله مدل های J میباشه، A میباشه، که اینا مدل هایی است که امرای خود A3, A5, AJ3, J5 می داشته باشه و اینا رنج به حساب اما قیمت هایشان مناسب می باشه، مثل از 100 دلار گرفته الا 300 دلار. تو زمانی که S9 مدل جدید خود تولید کردن فقط در پروسسرش یا در اسپیدش و در امرای سافتیر ورژنش که در اندروید می باشه که او را یک ذره اپدیت نمودن بس خلاص، و در حساب حافظش امو 64 و 128 جی بی آمدن و همچنان کمرش 12 مگاپیکسل و 5 مگاپیکسل می باشه. فقط یگانه فرقی که در مدل دیگه اش آمده S9 پلاس به معنای از اینکه از S9 کرده یک ذره سایزش بیشتر است و کمرش 13 مگاپیکسل است که 1 مگاپیکسل در کمرش فرق نموده است. یگانه مشکلی که مردم ما در مورد موبایل دارن که فرق و تفکیف بین موبایل های اوریجینال و ریفرش نمی فهمد. خب در فعلا سه نوع موبایل می آین که مثل که یکی اوریجینال می باشه و یکی کپی می باشه و یکی هم ریفرش می باشه. کپی یکانه موبایلی است که مثل عیناً امو چیزه، فقط با قیمت بسیار ارزانتر و به حساب کپیش جور میکنن که او را وقت زمانی که کسی در دست خود بگیره و از ام سافتویر و از ام جنسیت موبایل فهمیده میشه و همچنان قیمتش بسیار ارزان می باشه که انسان یک شخص میتونه از قیمت اونا بفهمن که این جنس کپی میباشه. و جنس دیگری که مثال ریفرش میگن، ریفرش وقت زمان ریفرش میشن که یک مدل جدید در بازار میاد و کمپانی مدل قدیمی خود تولیداتش بند میکنه، تولیداتش که بند میکنه اما مدل هایی که مثال بین مردم استفاده شده و اونا به شکل کاور چنج یا دوباره ریپیر میشه و به شکل نو جور میشه و در بازار عرضه میشه، که او هم عموما از طریق
بادی امی موبایل شناخته میشه که عموما او کاور چینج ها که میباشه بادیشون یا همو کاورشون رنگشون بسیار زیاد تغییر میداشته باشه از جنس اوریجنال. و جنس اوریجنال که میباشه عموما در پکینگ های مختلف میایه، مثل که پکینگش بسیار منظم و پاک میباشه و همچنان از موبایل سافتیرش که نور شیشه ایش و همچنان از کاور بادی موبایل فهمیده میشه که این جنس ریفرش است یا نیست. خب تشکری میکنم از دوست ما که در مورد دو برند بسیار مهم آیفون و سامسونگ بر ما شما معلومات دادن. پس اگر میخواین که ویدیوهای بعدی ما رو تماشا کنین، سابسکرایب چینل تیک تیوی افغانستان فراموش نکنین. خداحافظ.